درود، حرمت، احترام تمامی مخاطبین هزارآباد. امیدوارم هر کجایی که هستین خوب و صحتمند باشین. امروز با جمعی از مهمانان گرامی در خدمت شما هستیم که همگی از اعضای برجسته هیئت رهبری روند همبستگی هزارها هستند. ما امروز با شما در خدمت این مهمانان گرامی هستیم. درود خدمت شما مهمانان عزیز، هر کدام آقایان نجیب الله جویا، آقای خوش احمد ناظم و آقای عبدالبصیر بینا. این سه عزیز در بخش هزارهای اسماعیلی از سرشناسان جامعه هستند. بسیار بسیار خوش آمدین دوستان گرامی. سوالات را میریم و از آقای جویا شروع میکنیم. جناب آقای جویا، ضمن خیر مقدم شما به برنامه خواستیم پرسان بکنیم که کلا اطلاعات مردم افغانستان در مورد مذهب اسماعیلی بسیار کم هستند. آیا میتونین یک تاریخچه مختصری در مورد حضور هزاره های اسماعیلی و جغرافیای موجود و معلومات در این قسمت ارائه بکنین تا مخاطبین ما بیشتر در این قسمت آگاه شوند؟ مهربانی از شما بشه. تشکر بانو سیمای گرامی. عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت میهمانان گرامی و همکار تکنیکی و دوستانی که شنونده برنامه ما شما خواهد بود. پیش از اینکه به سوال شما بپردازم، فقط یک مورد را اشاره میکنم که من یک آدم خیلی سخت مذهبی سنتی نیستم و معلومات من کلن خیلی زیاد عمیق و دقیق نیست. به هر پیمانه که من معلومات دارم کوشش میکنم که سوال شما را پاسخ بدم. خب شما پرسوان کردین که درباره تاریخ اسماعیلیا که مثلا از کجا نشأت گرفته و چطور مثلا در افغانستان تا امروز مثلا در کجاها وجود داره. خب اگر بریم اشاره بکنیم برای هزارهای اسماعیلی، برمیگرده به صدر اسلام. البته هدف ما از اسماعیلیا است که در اونجا برمیگرده که در اون زمان هزارها در نقاط مختلف جهان وجود داشته، زندگی میکرده و بالاخره به این تاریخ که ما شما این بود هستیم ادامه داره. بیاییم اگر بحث اینطور مطرح کنیم که ما از آرای اسماعیلی بخشی یا برند یا شاخه از شیعه امامی هستیم. متوجه هستیم که بعد از شیعه های امامی بیشترین جمعیت در دنیا شاید از آرای اسماعیلی باشه و در شاخه شیعه. طوری که ما شما میدانیم در مجموع تمام اسلام فراز و نشیب های زیاد در تاریخ شاهد بود گاهی اوقات دستاورد داشته بوده و گاهی اوقات هم نه. اسماعیلی ها هم خالی از این مثلا نبوده. در گذشته ها ما تاریخ بسیار خوب را داشتیم یا به میراث داشتیم. اگر برویم در سده 300 و 400 مراجعه بکنیم، اسماعیلی ها هم صاحب امپراتور حکومت هایی بودند که مثلا ما دو نمونه از این را میخوایم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز اشاره یا مطرح بکنم. اگر برویم تاریخ اسماعیلی ها را مراجعه بکنیم، ما یک حکومت یا خلافت فاطمی ها را داشتیم البته در مصر. خب اگر ایره مراجعه کنید در کدام سالها، در سالهای 305 و 307 برمیگرده که در اون وقت امپراتوری داشتیم که بعضی اوقات پیشروی ها بوده و در بعضی اوقات هم پیشروی ها عقب نشینی های وجود داشته. یعنی تاریخ فراز و نشیب های زیاد را مردم اسماعیلی در دنیا تجربه کرده. بحثی از این اگر مثلا بریم بیرونتر از مسئله مصر یا خلافات فاطمی صحبت بکنیم، ما حکومت دیگر هم در ایران داشتیم که به نام خلافای حکومتی نظاری بوده البته، که هم برمیگرده به مصادره های 305 و 304 که در وقت هم ما مردم اسماعیلی امپراتوری داشته بوده و حکومت هم داشته بوده و بالاخره بعد از دو سال مبارزه و جنگ و خب هم و بنیاد اسلام اگر برای مراجعه بکنی بالاخره به جنگ و خشونت برمیگرده. متاسفانه این حکومت ها از هم برمیخوره و تا امروز هم اداره داره. بالاخره در جنگایی که ما درگیر بودیم، متاسفانه بگویم چرخ هم بگویم که تقاضای زمان زیاد، بعضی اوقات با ما خوب همکاری کرده و بعضی اوقات نه. وقتی چنگیز خان که مثلا میاد در افغانستان حمله میکنه، بیشتر در مجموع تمامی هزارها آسیب پذیر بوده، دیگر مردم هم، ولی اسماعیل هم از خالی از این آسیب پذیری نبوده، ولی بعضی خوبی خودم داشته بوده به نظر من. چون چرا که هزارها بیشتر در نقاط کوهستانی یا صحب العبور زندگی میکرده بوده، به می دلیل وقتی میاد در افغانستان ما در دوران چنگیز خان آسیب بیشتر نبردیم. موردی که مثلا به شکل نمونه میخوام خدمت شما مطرح بکنم این است که ناصر خسروی بلخی از جمله کسایی بودن که در راستای اسماعیلی یا مذهبی اسماعیلی بیشترین کار کرده در تاریخ اسماعیلی و خصوص افغانستان بازی کرده و میشه او را به عنوان یک افتخار یا یک شخصی اثرگذار در مذهب اسماعیلی او را نام برد. خب اینا چطور مثلا که زنده ماندن؟ چرا؟ به خاطر اینکه در مناطق بدخشان ها خیلی ها کوهستانی بوده و در اونجا پناه بردن و زندگیشان بیشتر به شکل غیابی اونجا سپری میکردن که ایره من بعضی اوقات میگم که به نفع ما استفاده شده، همین که ما در مناطق مثلا صعب العبور جاهایی که مثلا کس اونجا رفته میدونسته بوده به نفع ما تموم شد. خب بالاخره ما
از او به بعد میاییم و مثلا تعداد دوستای زیاد داره یا کسایی که زیاد در مذهب ما سرگزار بوده نقش خوبی را بازی کردن. مثلا ما جمله فردوسی و رودکی و عبدالسنای ملقی ناصر خستر هم پیشتر نام گرفتم، عمر خیام، حسن صبا، اینا کسایی بودن که ما در تاریخ اسماعیلیه از جمله افراد اشخاصی بودن که ما امروز افتخار از اونها میتونیم به خوبی مطرح بکنیم و نام بگیریم. خب بعد از او اگر بیاییم که این موضوع را در افغانستان ببریم، در افغانستان هم از سالهایی که افغانستان ایجاد شده هزارای اسماعیلی هم بوده و بنا به مشکلاتی که جنگ بیشتر در افغانستان جنگ مذهبی بوده، ما شما این را خوب تمام میفهمید دیگه که در مجموع هزارای شیعه ها در افغانستان چندان روزگار و زندگی خوب نداشته. اگر ما این از افغانستان بریم از زمان عبدالرحمن خان به مطالعه بگیریم تا همدان همیشه بحث ها بحث قومی و زبانی و مثلا مذهبی بوده. خب به هر صورت در هم مشرایط ها ما مردم اسماعیلی به خاطر از اینکه هزاراها در کل محروم بود از حق و امتیاز، ولی هزارای اسماعیلی به تمام یعنی میتونیم بگویم که هیچ نوع حقوق و امتیاز شهروندی و سیاسی ده که برای مردم اسماعیلی در افغانستان مطرح بوده ما همیشه متاسفانه که محروم ماندیم یا محروم نگاه شدیم. با وجودی که معلومات شخصی ما توری میگه که ما در حدود 5 الی 6 درصد مردم افغانستان تشکیل میدیم، گرچه کدام احصایه دقیق در افغانستان نشده، بیشتر تقریبا در حدود 1 میلیون نفوس در افغانستان زندگی میکنه، ولی این مهاجرت‌های اخیری که در افغانستان گرفته شاید تاثیر خود داشته باشه در قسمت آمار و ارقام. در آخر موردی که شما میخواستین بفهمین که مردم باید بفهمه که ما اسماعیلی‌ها در افغانستان در کدام جغرافیا زندگی میکنیم، از کابل شروع میکنیم چون پایتخت است. ما اسماعیلی‌ها شاید بیشتر و اکثر هم در کابل زندگی بکنیم. بعدا اگر مسئله کابل را در نظر بگیریم بریم طرف بامیان، ما در بامیان هم داریم اسماعیلی‌ها هستن زندگی میکنن، طرف پروان، میدان وردک، ولایت بغلان، سمنگان و بلخ. اگر بریم طرف بدخشان و تخار، کندوز هم مردم اسماعیلی برای فهم در گذشته ها ساکن بودن. دو ولایت دیگر هم مردم اسماعیلی زندگی کردن ولی بنا بر ظلم و استبداد و مشکلات مذهبی بودن اونا موفق نشدن که همو در محیطی که زندگی میکنن سر با افتخارانه بگن که ما اسماعیلی هستیم. یکیش ولایت ننگهار جلال آباد که ما از پشتون هم شما ببینین داریم اسماعیلی، و همچنان در قندهار و عراق که هنوز اونا تغییری مثلا عقیده کردن و تغییری مذهب دادن بنا بر ناملایمات زمان بنا بر مشکلات قومی و حکم فرما بوده. و فکر میکنم امی بسنده است و دور هستم که سپاسگزارم. توضیحات شما مفصل بود. اینال میم روی جغرافیای فعلی افغانستان و از زمانی که جغرافیای سیاسی مورد تشکیل شد جناب آقای جویا، و ای که مذهب اسماعیلیه در طول تاریخ چرا مورد قبول دولت‌ها و نظام‌های موجود نبود و چرا در زمان طالبان این تعصبات بیشتر شد؟ حتی در قانونی که به وجود آمد اول طالبان آمدن به صراحت اعلان کردن که ما مذهب اسماعیلیه را به رسمیت نمی‌شناسیم. دلیل این کار چی بود؟ آیا غیر از اون استبدادی که به قول شما ریشه تاریخی داشته آیا عوامل دیگه‌ای هم موجود بوده یا خیر؟ اگه این سوال رو هم جواب بدین ممنون میشم. تشکر بانو سیما نوری بزرگوار، سوال خوبی را مطرح کردین. گرچه پاسخ دادن این سوال خیلی هم دشوار است که پاسخ داده شه، ولی ما کوشش میکنم در حدی که میفهمم خدمت شما پاسخی را عرض کنم. خب بیایم اگر این بحث کلانتر فکر کنیم، گیریم از محدوده اسماعیلی برایم در محدوده حساب ملت صحبت کنیم، ملیت که ما از آراها همیشه در طول تاریخ این مشکل داشتیم. در طول تاریخ ما ظلم و استبدادی که مردمی از آرا در افغانستان متحمل شده هیچ قوم و هیچ ملت و هیچ زبانی متحمل نشدن تاسی، ولی به هر صورت جبر تاریخ چنین بوده، ما هم پذیرفتیم. خب شاید در اون مقطع زمانی حجاب میکرده بوده که ما باید سکوت اختیار بکنیم. متاسفانه ظلم و استبداد ناروایی که از طرف حکمای افغانستان بالای ما شما تطبیق شده ایده هیچ تاریخی فراموش کرده نمیتونه و هیچ انسان با رسالت یا سالمند نمیتونه این نادیده بگیره. خب وقتی که ما مثلا اگر بگذاریم از هزاره که ما هزاره ها از نظر مذهبی که یک مدار پیشتر که ما در اول اشاره کردم یک مدار تفاوت در شاخه یا برنگ دو برادر هستیم دیگه، خب دقیقا چون مذهبی اسماعیلی در طول تاریخ افغانستان جایگاهی مثلا برای خود نداشته بوده از گذشته، چون شرایط نظامی و سیاسی ایجاب میکرده بود که باید به شکل خفا یا سری زندگی بکنه، پس بنابراین در هیچ مقطع تاریخی نتونستن که بروند در حکومت های در افغانستان حکم فرما بوده مراجعه بکنن و ادعا بکنن که ما هم جزی از مردم افغانستان هستیم، بنابراین با ما هم برخورد شهروندی صورت بگیره، عموم حقوق امتیازی که برادرای پشتون و تاجیک و ازبک ها داره ما از آراها هم و بخاص اسماعیل ها هم باید داشته باشیم. اگر بیایم در دوره های آخری که مثلا دوره های شاهی نظام شکل استبدادی بوده، اگر بیایم در دوره
جمهوریت هم اگر ما مراجعه بکنیم حقوق اسماعیلی ها نادیده گرفته شدن، با وجودی که جمهوریت یک پروژه تعمیل شده ای امریکا بود، دموکراسی را میخواست در افغانستان بیارن پیاده بکنن، ولی ما در همین زمان ها متاسفانه محروم نگاه داشتیم. فقط دلیل همین بوده که مذهب اسماعیلی بیشتر برای مردم افغانستان معرفی نشده بوده و در همین زمان ما همیشه در جبر تاریخ در خفا زندگی کردیم، نتونستیم که هویت خود را برجسته بسازیم به دلیل از اینکه جان و مال ما ناموس ما حفظ بمانه. خب پس چنین از فرصت ها کسایی که در رأس افغانستان بوده، البته در دوره های مختلفی که در افغانستان حکومت های مختلف بوده، ما همیشه محروم بودیم به مسابقه یک شهروند. آنچه که حقوق امتیاز دولت برای ما بوده از ما گرفته شده، ولی متاسفانه هیچ گونه امتیاز را ما در هیچ دوره نگرفتیم. اگر هم گرفتیم او متوجه یک فرد یا خانواده بوده که متاسفانه که من خجالت میکشیم که وقتی بگویم که ما 1 میلیون نفوس در افغانستان زندگی میکنیم، ولی متاسفانه از تمام حقوق شهروندی ما محروم بودیم. تشکر. ممنون شما جناب آقای جویای عزیز. فکر میکنم خیلی توضیحات مفصل بود و امیدواریم که مخاطبین ما به درک رسیده باشند که چقدر لایه های تبعیض علیه اسماعیلیه ها، مذهب اسماعیلیه، مخصوصا هزاره های اسماعیلیه وجود داشته. خب میمونیم سر وقت آقای خوش احمد ناظم عزیز. جناب آقای ناظم، اگر مایک خودون را باز کنین، در این زمینه خواستیم پرسش از شما داشته باشیم در بخش همکاری درونی با مردم اسماعیلیه و در بخش هزاره ها. ما نظرمون در مورد کانکرت در مورد هزاره ها هستن. در بخش هزاره ها در 30 یا 40 سال گذشته، یعنی در 2 دهه یا 3 دهه گذشته، چقدر رهبران سنتی افغانستان، مخصوصا رهبران سنتی هزاره ها، چقدر تانستن که همکاری داشته باشن و چرا وقتی همیشه صحبت می شود در صحبت ها هزاره معادل شیعه و شیعه اثناعشری مطرح می شود؟ دیگه در اون ما از هزاره اهل سنت یا هزاره عسکری یا هزاره اسماعیلی کمتر می شنیدیم. و چرا نسبت به امو سهمی که اینها در حکومت می گرفتن یا در قدرت داشتن، هزاره های اسماعیلی کمتر بهشون توجه می شد؟ در این مورد اگر بتانیم یک مقدار روشنی پرتین، ما از شما سپاسگزار می شیم. مهربانی. تشکر. به نام خدا. ممنون از برنامه شما خانم سیما نوری و عرض ارادت دارم خدمت شما، خدمت میمانان شما و بیننده و شنونده های عزیز شما. برنامه شما واقعا ارزشمند و قابل هرج است. برنامه شما ما همیشه پیگیری داریم، میبینیم. ممنون، سپاس. برنامه مفیدی دارین، تشکر. و برنامه امروزی شما که واقعا خیلی عالیه، عنوانش، مواردی که دوستا بحث کردن، خیلی مفید. طوری که شما فرمودین خانم سیمای بزرگوار، متاسفانه رهبران سنتی هزاره ها در طول تاریخ در حدود 40-50 سال گذشته تا آخرای جمهوریت، بیشتر رهبران سنتی متاسفانه حزبی برخورد کردن، جریان برخورد کردن و متاسفانه بیشتر مذهبی برخورد کردن. شما دیدین که حتی کنفرانسی که در بون صورت گرفت برای هزاره ها، اونجا مثلا 5 وزارتخانه حدود 7 تا 8 تا معینیت از وزارت های مختلف برای جامعه هزاره افغانستان در نظر گرفتن سیاستمداران افغانستان و جهان. متاسفانه این 5 وزارتخانه وقتی که برای هزاره ها در نظر گرفته شد، خیلی وزارت های کلیدی هم بود، در حدود 4 تا 3 تا معینیت ها داشتن، حدوداً 10-8 الی 9 تا ریاست های خوبی که تشکیلات گسترده ای داشتن. متاسفانه اینجا هزاره اسماعیلی و خصوصا هزاره اسماعیلی و هزاره اهل سنت هیچ حضورشان قابل حس نبود و دلیلش هم همین بوده که رهبران سنتی متاسفانه بیشتر مذهبی برخورد کردن. قسمی که باب مزاری میگفتن، وقتی که باب مزاری آمد وارد معاملات سیاسی شد و خصوصا مدیریت و رهبری حزب وحدت افغانستان به دوش گرفت، همین داد و همین فریاد، همین صدار همیش استاد مزاری بلند میکرد که متاسفانه در افغانستان و خصوصا در بین هزاره ها و در بین شیعه افغانستان و در بین جامعه هزاره، صداها، شعارها بیشتر قومیه ولی عملکرد مذهبیه. اما در افغانستان، در بین پسا مزاری و بعد از شهادت و ترور استاد مزاری، متاسفانه شعارها قومی بود. همه رهبران سنتی ما که همه با چهره ها و جایگاه و با آدرسان ها دوستا بارها ملاقات کرده، دیده، آشنایی دارن، نام های مشهوری هستن، سر زبان همه جامعه افغانستان هستن، ولی شعارها قومی بود. متاسفانه عمل کرد کلن مذهبی بود. حتی گاهی وقت ما احساس میکردیم که این
رهبران سنتی، حتی از مرزی مذهب و از مرزی جریان سیاسی و از مرزی ولایتی هم میگذشتن، حتی میرفتن حتی در حد ولسوالی و قریه و خانواده و فامیلش برخورد میکرد. من فکر میکنم این لقب رهبر و لقب بزرگ، لقب بزرگ قوم برای اینا خیلی سنگینی میکنه، زیرا اینا خیلی اومدن مذهبی برخورد کردن، این دیوارهای مذهبی را، این دیوارها را خیلی بزرگ و زخیم ساختن و این برخوردی نادرست اینها متاسفانه بلیازی ساختارهای اجتماعی که جامعه هزاره افغانستان داره باعث شد که هزاره ها گردی هم جمع نشوند، هزاره ها به آدرس واحد تبدیل نشوند و متاسفانه با این برخورد های سلیقه‌ای جریانی و مذهبی باعث شدند که هزاره مساوی به هزاره شیعه شود در افغانستان و دیگر اقوام و دنیا به این فکر شدند که هزاره در افغانستان فقط هزاره التشیع هستند و دیگه هزاره به نام هزاره اسماعیلی و هزاره به نام هزاره اهل سنت وجود ندارد. حتی بعضیا مثلا بعض جریان ها و بعض شخصیت ها و بعض چهره ها فکر میکردن که هزاره فقط این دایکندی و بامیان غزنیه، در صورت که شما میبینین هزاره ها از بغلان گرفته تا تخار، تا بدخشان، تا بامیان، تا طاغور و هرات و تا لغمان و تا قندهار و هر گوشه افغانستان وقتی که شما میرین اونجا چهره هزاره، لهجه هزاره، رسم و رواج هزاره، سنت هزاره و تاریخ باشکوه و تاریخ کهن هزاره ها را شما حتی در جایی که پشتون نشین باور کس نمیاد، حتی جایی که برادرای تاجیک ما مثلا اینجا مطلق تاجیک شما مثلا میرین در پنشیر، در بغلان، در اندرآباد، در بسا جاهای دیگه در ولایت های جنوبی و غربی شما نفوس هزاره ها رو میبینین. این کارها باعث شد که این رفتارهای رهبران سنتی برای آینده هزاره یک برخورد خوبی صورت نگرفت متاسفانه. خب نادیده نگه داشتن 800 هزار تا 1 میلیون هزاره اسماعیلی و هم توسط خود رهبران سنتی هزاره من فکر میکنم یک ظلم آشکار بوده و این روند امیدواریم در آینده اصلاح شد. ممنون بابت توضیحاتی که دادید. اما این روزها صحبت هایی که در سالهای اخیر حداقل در زمان جمهوریت به این طرف به وجود آمده، یک بحث درونی در درون خود هزاره های اسماعیلیه به وجود آمده و این بحث برمیگرده به خاندان سید کیهان، کسانی که رشد کردند در درون خود هزاره های اسماعیلیه و امروز به یک امپراتوری یا به یک مافیای قدرت و ثروت تبدیل شدن و مردم عادی اکثرا شکایت های زیادی دارن، ظلم های زیادی را نسبت میدن و ما شاید مخاطبین اونقدر اطلاعات نداشته باشن و برای ما هم جای سوال هست که چرا این خانواده اینقدر رشد کرده و چه چیزی پشت پرده این خانواده وجود داره، پشت پرده تاریخچه حضور این خانواده که باعث شده این خانواده این رشد عجیب و غریب را داشته باشه و تا حدی که دست به برخی از جنایات یا قتل هایی که مردم در مورد از او ادعا دارن میزنن و آیا این صحت داره یا خیر. خواستیم از شما در این مورد هم بیشتر بشنویم. مهربانی. ممنون. شما طوری که در جریان هستید و روایت های تاریخی که از طرف نویسندگان جامعه هزاره اسماعیلی و جامعه اسماعیلی وجود داره، خاندان کیان و خاندان نادری ها حدوداً 80 سال قبل اینا وارد جامعه اسماعیلی افغانستان، خصوصا مقر اینا که در بغلان در این یک پای اینجا جا و جا میشن، پدر کلانا اینا به نام سید عبدال وقتی که میان به نام سید عبدال وارد جامعه هزاره اسماعیلی افغانستان، وارد بغلان ولسوالی دوشی در این یک پای و خصوصا در منطقه کیان اینا جا و جا میشن، هنوز معلوم نیست، هنوز سندی وجود نداره، مدرکی وجود نداره که واقعا این خاندان کیان واقعا در گذشته ها پدر و پدر کلان اینا، اجداد و آبای اینا واقعا متعلق به جامعه اسماعیلی بوده یا نبوده، هنوز مدرکی وجود نداره، زیرا خود این خاندان هم بار ادعا کرده که ما از کولابی تاجیکستان هستیم و در بسیاری از محافل گفتن که ما کولابی هستیم و نویسندگان و محققین جامعه اسماعیلی هم به می باور هستن که خاندان نادری اصالتا از کولابی تاجیکستان هستن. اینا موقعی که
وارد افغانستان میشه، به نام سید و وارد این جامعه میشه و برای جامعه و برای مردمی اون زمان میگه که ما سید هستیم و نماینده امام اون عصر هستیم و ما از طرف امام موظف شدیم تا مسائل مذهبی و دینی جامعه اسماعیلی افغانستان را ما رهبری و مدیریت بکنیم. وقتی که اینا از دریچه مذهب و از دریچه عقیده و ایدئولوژی وارد این جامعه میشه، جامعه هم که اون وقت نه به دانشگاهی دسترسی داشته، نه در مکتبی دسترسی داشته و به هیچ اماکن و مدارس و مراکز علمی و تحقیقی و پژوهشی که اون وقت که همه جامعه افغانستان، همه مناطق افغانستان به مراکز علمی دسترسی نداشتن، همه مردم پیشه همی دهقانی و زراعت و همینا بودن، کسی هم نه از تاریخ آگاه بود، نه از مذهب چندان آگاهی داشتن و نه ارتباطی با دیگر جوامع اسماعیلی دنیا داشتن. بنان مردم برای اینکه اونا از دریچه مذهب وارد میشه و لقب سید و پیرو پیشوا رو برایشان میده و مردم هم جامعه درس ناخوانده و دور از تحصیل دانش، اینا رو به تا معنا به عنوان نماینده و به عنوان افراد ارتباطی بین مریدان امام و امام و بین امام و بین مریدان امام که اسماعیلی‌ها در افغانستان هستند میپذیرن. بعد که اینا وارد این جامعه میشه، مسئله دیگه که اینا رو خیلی بزرگ میسازه و مردم به عنوان یک عامی به تا معنا کنار اینا احساد میشه، دیگه اونجا بحث سید و هزاره و بحث تفاوت‌های نژادی و اینا دیگه مطرح نیست. مسئله دومی که خیلی اینا رو بزرگ میسازه و بر در اقتدار میرسونه و شما میدونید که جامعه اسماعیلی به عنوان یک رسم دیرینه و تاریخی که در ریشه در از شروع اسلام تا و الان داره، سالانه جامعه اسماعیلی از سرتاسر افغانستان خصوصا مناطق و جغرافیای هزاره اسماعیلی سالانه بر اینا نظرات و واجبات و خمس و زکات و مسائل شده به طور شفاف و منظم با عقیده کامل که بر جا پیدا میکنه بر جا تحویل میده. اینجا پرداخت نظرات و واجبات برای خانواده نادری یک درآمدی اقتصادی بسیار عالی میشه که با استفاده از این چینل و با استفاده از این روند اینا تماما مسائل سیاسی و اجتماعی و مصارف کارهای سیاسی خودم انجام میده. این کارا باعث میشه که اینا قوی میشه، به اقتدار میرسه. در بحث دیگه که اینا وارد اقتدار سیاسی میشه و همیشه اینا از جامعه، خصوصا از جامعه اسماعیلی، به عنوان یک تخته خیز، به عنوان یک ابزار استفاده میکنه و حتی برای حفظ اقتدار خود اینا جامعه هزاره اسماعیلی را یک مرز دشمنی بین هزاره اسماعیلی با هزاره اهل سنت، با برادرای تاجیک ما، با برادرای پشتون ما، خصوصا با برادرای هزاره اهل تشیع ما، اینجا خطای دشمنی را ایجاد میکنه تا باشه که بیشتر اینا در محور توجه قرار بگیره و هزاره اسماعیلی هم که اینا را به عنوان پیشوا و به عنوان نماینده امام و به عنوان صلاح‌دار مذهب و به عنوان کسانی که اینا اهل معجزه و حکمت هستند قبول کردند که نه حکمتی وجود داشت، نه معجزه‌ای وجود داره و هنوز هم ثبوت نشده که واقعا اینا سید هستند نیستن، هنوز هم معلوم نیست که اینا متعلق در گذشته متعلق به جامعه اسماعیلی بوده یا نبوده، زیرا از عملکردهاش معلوم میشه که اینا خیلی متحد به ارزش‌های مذهب اسماعیلی نبوده. وقتی که سال 2002 ادارات ولایت آخان در افغانستان ایجاد میشه، از اون وقت تا به این دم اینا هیچگاهی برای گسترش و برای پیشرفت و عملی شدن برنامه‌های انکشافی برنامه‌های مختلف ادارات آخان به عنوان پیرپیشوا، به عنوان پرچمداری مذهب اسماعیلی در افغانستان کمک و همکاری عملی نداشته. بنان یکی از علتهایی که جامعه اسماعیلی افغانستان از این خاندان ناراض هستند و روشنگران جامعه اسماعیلی و طیف درس خوانده و تحصیل کرده اسماعیلی امروز استاد شده و به آدرس اینا نقد دارن، اینه که اینا متحد به وفادار به ارزش های مذهب اسماعیلی چندان نبوده. ممنون، امیدوارم که سوال شما پاسخ داده باشه. سپاس. سلامت باشین جناب آقای ناظم، توضیحاتتون مفصل بود. خب ما متوجه شدیم که سوء استفاده هایی از طرف این خاندان صورت گرفته بوده، از جایگاه خودان از جایگاه مذهبی و از جایگاه شخصیتی استفاده کردن و از طرف دیگه هم به خاطر اون مسائل مالی که برای از اینها کمک می شده بوده و نظورات مردم برای از اینها مرفته بوده، هم یک قدرت آنچنانی داشتن
و خودشان هم تعمدن یک فاصله ای را ایجاد کردن از آدرس های مشخص اسماعیلی ها با سایر اقوام و حتی با هزاره های دیگه. ممنون شما، سپاسگزارم از توضیحات شما. برمیگردیم برای آقای عبدالبصیر بینا. جناب آقای بینا، بسیار خوش آمدین در برنامه. شما توضیحات جناب آقای جویا را شنیدین، شما توضیحات جناب آقای ناظم را هم شنیدین. در ادامه سلسله بحث جناب آقای ناظم، خواستم از شما بپرسم که آیا این خاندان جنایاتی را هم در قبال قتل یا در قبال کشتار مردم، چیزی که داشتن نسبت داده میشه، آیا دارن به عنوان از اینکه ارائه بتن یا نه؟ اگر این جنایات مطرح شده، در افشای این جنایات آیا اسناد و شواهدی تا الان ارائه شده؟ اگر ارائه شده، به کدام نهادها بوده، در کجاها بوده و به چه صورت بوده؟ اگر بتونین در این زمینه یک مقدار توضیحات بدین، سپاسگزار شما خواهد شد. مهربانی، مایک از شماست. درود خدمت شما بانوری گرامی، میهمانان برنامه، از زانی که از این طریق بیننده و شنونده هستند، خوشحال هستیم که در خدمت هستیم. اگر اجازه باشه که اول ما به یک، چون موضوع بحث ما بحث اسماعیل هاست، به یک کلام اسماعیل ها رو میگیم که اسماعیلان اساسگذاران تاریخ بشری بوده و بنابر شواهد دلایل، زمانی که اسماعیلان دوره خلافت داشتن در مصر، اینا اولین بار دانشگاه را اینا ایجاد میکنن. اونجا در این دانشگاه کتابخانه داشتن که 700 هزار جلد کتاب علمی فرنگی تحقیق. امروز متاسفانه که او کتاب ها را بالاخره بعد از تحولات در دادن دشمنان آگاهی و بیداری، فعلا اونجا تله کتابی به نام یک تپه به نام تله کتاب مانده، باقی مانده، و چند وقت پیش بی بی سی هم رقم یک گزارش نشر کردن. و در اون زمان کتابا معمولا در چرم و پوست حیوانات نوشته میشدن که فعلا هم مثلا در افریقا، در سایر کشورها مردم از او کفش و بوت و این چیزا جور کردن. اگر دوستا میخواین مراجعه بکنن، میشه مثلا به ناصر خسرو مراجعه بکنن، بعد به فردوسی بزرگوار، ابو ریحان بزرگوار، همین رقم به سایری از دانشمندا میتونن اینا مراجعه بکنن تا اساس بنیاد اسماعیل را اینا بدانن که واقعیتش از اسماعیلان اساسگذاران تاریخ بشری بوده. یک مورد آمدیم در رابطه با این که در رابطه با سوال شما، اگر ما این رقم جواب بدیم که یک کوتا در رابطه با جامعه سنتی افغانستان اگر بر بگردیم، انشاءالله که سوال خادل شد. افغانستان جامعه سنتی و کشور اسلامی که در طول چند دهه جامعه ما، شما، وطن ما، شما، به نام استفاده از دین، استفاده از مذهب، دکانداران دین، جامعه ما شما را متاسفانه برباد کردن، مهاجر ساختن کشور ما شما را. چندین بار همین دکانداران دین که آقای نادری، خانواده نادری هم از این امر استثنا نیست، اینا هم زیر لباس مذهب در طول تاریخ اینا پنهان شدن، از باورها و از عقاید مردم استفاده کردن و سر جامعه اسماعیل حکومت کردن و از این امکانات خود اینا کوشش کردن که نخبه ها و روشنفکرهای جامعه اسماعیل را اینا از سر راه خود بردارن و بعد ها مستند از طرف، خوشبختانه بگیم، از طرف روشنفکرای جامعه اسماعیلی، بخصوص ازارای اسماعیلی، بعد از 20 سال تعولات در افغانستان اینا زمینه زیر پیدا کردن که بالاخره جمع‌آوری بکنن، مستندسازی بکنن و اینا تا دادگاه آی‌سی‌ای لندن، تا دادگاه کیفری بین‌المللی مراجعه کردن، ثبت رجیستر کردن. همین رقم در کشورهای مختلف اعتراضات کلان را با همکاری هزاره های جهان، با شورای جهانی هزاره که در رابطه دکتر جناب گیزابیس در ابتدا، جناب موسیب و این دوستا زیاد تاثیرگذار بودن، از بیرون امانگی کردن و اعتراضات در داخل افغانستان هم همه رقم صورت گرفتن در رسانه ها. مستندات زیادی را دوستا جمع‌آوری کردن که فعلا هم ادامه داره و تا ما بتانیم که به دادگاه بکشانیم و اینا پاسخگو باشن در برابر قانون. بسیار عالی. پس میگن شواهد وجود داشته و حتی در دادگاه ها هم ارائه شده و بارها هم مردم اعتراض کردن. خب اگر ما این فرض را بگیریم که این آگاهی نسبی الان به وجود آمده در بین مردم اسماعیلیه و نخبه ها و تحصیل کرده ها اینو متوجه شدن که باید روبروی از ظلم استاد شوند، ولی هنوز هم ما میبینیم که در این خاندان هنوز شأن و منزلت خودان را دارن و هنوز دیدگاه مردم به همون صورت هسته. یک نمونه ای که در اواخر ما دیدیم این بود که ورود یکی از همین خاندان
ایران در فرودگاه کانادا بود، فکر میکنم یک از شهرهای کانادا بود، که با استقبال مردم مواجه شده بود. این بخش بزرگی از مردم عادی رفته بودن برای استقبال. آیا هنوز اونها بر همین عقیده هستند که باید به صورت سنتی و به صورت مذهبی چیزی که وجود داره اینها باید در همون قدرت باشن، ولی که همچنین جنایات صورت گرفته از طرف از اینها؟ چرا خود مردم برای باور نیستن که میتونن یک بخش بزرگی از کسانی را که تا الان بر مسند قدرت بودن را دیگه منزلت نکنن؟ دلیلش چی میتونه باشه؟ میتونیم در این زمینه هم توضیحات را بدیم؟ شما سلامت باشین، سوال بسیار دقیق است، خیلی ممکن شد وقت گیر باشه. من به طور خلاصه عرض میکنم که امیر رقم که خیلی پیشتر عرض کردم که دکانداران دین و مذهب از عقاید بارهای مردم استفاده کردن و منافع سیاسی و قدرت شخصی خود مردم به تاراج بردن. این خانواده چنان سر زینت مردم اینا کار کردن در طول چند دهه، اینا در حقیقت خودنا خدا و پیغمبر و بهشون کسایی که گویا از غیب با خبر هستن، اینا برای مردم، برای جامعه که متاسفانه در چند دهه مردم از دور از دانش و دانشگاه و تحصیل و فضای تکنولوژی و ترقی و پیشرفت نبودن، اینا سر زینت مردم کار کردن که هنوز هم اونمو خرافات متاسفانه در قریه و قصبات، حتی در اروپا و امریکا مردم به همون ذهنیت باقی ماندن. ببین، یا طور مثال زمانی که بین سه گروه هزاره جنگ بودن به نام جنگ نصر، هزارهای اهل سنت با هزارهای اسماعیلی، هزارهای اهل تسنن، ما همین سه گروه با هم درگیر بودن. هزارهای اسماعیلی به این باور خرافاتی که از طرف خانواده سرشان سر ذهنیت جا کار شده بود، به این باور بود که پیشقدم ما آقای منصور است، سلا دادیش است، با حسب است، ای دم رای ما است، در قدمه باشه ما در قد شهادت، یعنی کشتن نمیشیم، ما اسیر نمیشیم، و ایت یک باور خرافاتی سر زینتی مردم کار کرده بودن. و دقیق امیر خم که فعلا یه نمی حکمت فعلی مثلا مردم به وظیفه دارن که بر بهشت جنت دورن، یک نوع خرافات است، یک نوع جهل است. و همین حکمتای گذشته ما و شما هم، همین رهبرای گذشته در کل، هر کدامشان الله اکبر گفت، یک دیگه خدا میکشت، یک حساب معلوم نبود که آیا الله اکبر کدام از حقیقت است. حالی بعد از یعنی هم قاتل الله اکبر میگفت و هم مقتول. فقط یک سوال دیگه هم در این لابلای صحبت های شما در ذهن ما ایجاد شد. از خاندان نادری که در دوره آقای کرزی، ریاست جمهوری آقای کرزی و آقای اشرف غنی در حکومت بودن، اینها اکثرا خانوادگی حکومت میکردن و سعی میکردن که از اقارب خودشون باشه. میتونین چند نمونه مثال بزنین که کیا در رأس قدرت ها بودن، در معینی، در وزارت یا در وکلای پارلمان؟ چون ما همیشه فقط یک چیز میشنیدیم، نادری یک تخلص رو میشنیدیم، اینا همه با هم بود، درسته؟ دقیق. بازم برمیگردیم به همو حرف بیشتر ما که چنان سر زینت بارای مردم اینا کار کردن که مردم اسماعیل به خصوص هزارای اسماعیل را اینا در جامعه و اجتماع سرزنش میکردن که اینا ظرفیت نداره، اینا توانای آمریت و ریاست و وزارت ندارن، مثلا ما کرامات داریم. اینا به این باور بودن و برای مردم جبرن، گویا اگر یک کسی مثلا دچار مشکل میشیدن، فرضاً مشکل اجتماعی یا اقتصادی پیش میامدن، اینا برای مردم انگیزه میدن که شما برای ما مال واجبات خود بیارین یا نظرات خود بیارین یا بیارین به حساب خیرات بکنین یا گوسپند و پول نقد بتین که ما دعا بکنین شما سلامت شین. چون اینا جامعه را از نظر آگاهی و بیداری و حقوق انسانیشان اینا زیر پا گذاشته بودن، حق انسانی شدن. بنابراین وقتی که تولات تغییرات آمدن بعد از 2001 دولت ایجاد شد، بالاخره انتخابات و آزادی و این مسائل آمدن، باز هم مردم یک تعداد انفرادی مثلا اینا مراجعه کردن، کسی در رأس ریاست و کسی در نیادهای دولتی و کسی در جای مختلف از همو علیت ظرفیت خود پیش رفتن، اونا را به نوع شخصیت از اینا را شخصیت جان را کشتن که اینا گویا مزدور هستن، گویا اینا نوکر بیگانه ها هستن، اینا از هم از مو سرپیچی میکنن، مو اولاد پیغمبر هستیم. و این واضح اینا در بین جامعه تبلیغ میکنن که اگر کسی مسلمان است پیغمبر قبول داره، باید اینا نماینده پیغمبر است، در قد اینا میگن ما اولاد پیغمبر هستیم، امر ما را باید قبول بکنن. اگر کسی وقتی که امر اینا را قبول نکنه، گویا اینا را مردم قسم اینا تابا و مارک میزد که اینا از
دین بیرون شده، به نام بدین، به نام مختلف همه رقم در گذشته ما شما در این وطن شاهد بودیم که به نام های مختلف کمونیست و به نام هین و به نام هان یکی دیگه خود میکشتن. آمدیم سر اصل سوال شما که بانوری گرامی، اینا هر دوره که تحولات در افغانستان تقسیم قدرت و مسائل را پیش آمدن، از خود خاندان نادری، از خود آقای منصور نادری شروع، وکیل در بغلان، دخترش هم فرخنده که نام از او اصلا فرخنده است، او زهرا نادری خود مقدسیات و بهشون قدسیت بخشیده بود در اولاد علی و پیغمبر که من زهرا هستم گویا. این خرافاتی بدبختی رو ببین. و خود ازی دختر از کابل، امر رقم یک برازادهشی از قندوز سید سعادت نادری، امر رقم یک بچهشی سید جعفر آقا که از بدخشان بود که اونا بالاخره ناکام شدن، و کسای دیگه در رأس ریاست‌های مختلف، دیپلمات، اتشه نظامی، کنسولگری ها، از یک خانواده احتمال 20 تا 25 نفر که از خواهرزاده و ماما و خسور و داماد بیرون نبودن، همه رایدنده ها، حمایتگر، همه جامعه اسماعیلی، هزارهای اسماعیلی، ولی امتیاز اینا میگرفتن. خب بعد به چشی وزیر شد در شهرسازی، خیلی از جوانو روشن فکرا رفتن تو برادر تو خب به حمایت جامعه اسماعیلی وزیر شدی. اونا واضح برشون گفتن که نه، ما وزارت به پول خود گرفتیم، واقعیت مسئله رشوت هم بودن. و دیم که واضح گفتن که شما ظرفیت وزارت ندارین، وزارت ظرفیت کار داره، بچو پشتوانه کار داره، این مسائل کار داره دیگه. اینا در طول تاریخ متاسفانه که مردم فریب دادن، در کانادا که اینا آمدن صلوات و اللهم صل علی محمد و آل محمد، جامعه که آقا نیست هیچ معنیش نمیفهمه که اللهم صل علی محمد و آل محمد یعنی برای کی باید گفته شد. و اینا بریزی مردم بریزی ها میگفتن و از اینا توقع آرامش و سعادت و توقع خیر خودم میکردن. این بدبختی است که متاسفانه هنوز هم ادامه داره و ببخشی که باز هم پراگنده نشه. بعد از تشکیل نیادای والا از آخان در افغانستان 95% جامعه ما به آگاهی رسیدن، 95% از اینا فاصله گرفتن، و خصوص هزارهای اسماعیلی در امانگی با شبکه جهانی هزاره، در امانگی با شورای جهانی هزاره، در امانگی با نیادای مثل هزاره اولد، با نیادایی که مثل شما برنامه آگاهی دهی در رابطه با فرهنگ، تاریخ، مسائل مختلف برگزار میکنین، حال مردم به این آگاهی رسیدن که نه، ما هیچ کس از کس برتری نداره، همه با هم انسانیم، همه با هم برادریم، تنها چیزی که در اینجا برتری است و ظرفیت است، اهلیت شخصیت است. امروز خوشبختانه که ما از این جهل و نادانی و خرافات و بردگی و نوکری گپا بیرون شدیم. بسیار عالی، ممنون از شما، صراحت صحبت های شما جناب آقای بینا. یکی سوء استفاده یک خاندان از قدرت، از جهالت مردم، خود را مقدس شمردن، از امتیازهای مردم استفاده کردن، خود را معصوم دانستن و تمام معجزات را به خاندان خود نسبت دادن و با این زمینه رشد مردم را متوقف کردن، واقعا جای سوال داره. و امیدواریم جوانان روشن فکر امروز این سوال از خود بپرسن که چه جایگاه برتری برای بقیه وجود داره و چرا مردم باید هنوز قربانیان چنین مسائل باشن. سپاسگزاریم. سه سوال دیگه در آخر داریم از هر کدام شما عزیزان، اگر بتونین کوتاه‌تر پاسخ بدین خرسند خواهد شدم. جناب آقای جویا، برمیگردیم در شما میدونین که الان در طول تاریخ خب غصب زمین هزاره ها بسیار مطرح بوده، مخصوصا در زمان از زمان عبدالرحمن شروع شده و امروز تا زمان طالبان هم در دو دوره ادامه دارد. برای راه حل مشکل بیجا شدگان و غصب زمین ها، کسایی که داخل افغانستان دچار کوچ اجباری شدن، مجبور شدن زمین های خود دوباره بخرن، آیا راه حلی به نظر شما میرسه که رهبران هزاره یا نهادهایی که وجود داره بتونن کمک کنن برای مردم یا خیر؟ اگر در این زمینه روشن بروان. بازم به بانو سیمای بزرگوار علی سلام و ارادت، اجازه است که یک بپردازم به بعضی مواردی که در سوال قبلی بود آقای بنا فکرتون باز به اشاره کنم. حتما شکر. فقط میخوام چند مورد مشخص را به عنوان چند مورد درشت و برجسته بسازم که این است که خب این خانواده در طول تاریخ در افغانستان البته اگر میگین اما نامشان هم بگیرین که خانواده نادری بیشتر متوجه میشه با آدرس سید منصور نادری. وقتی که ما بیشتر صحبت بکنیم، چون دوستای دیگه هم هستن که وابسته با مسعود حسین انسانای شریف هستن، ما مشخصا متوجه آدرس یک خانواده را می قرار بگیریم. اینا یک رهبری خودخوانده جعلی بودن، طوری که آقای نازیب صاحب هم اشاره کردن که اینا کدام سند یا کدام مدرکی که داشت
داشته باشند بیاین برای ما شما برای مردم افغانستان یا برای مردم دنیا نشان بدن که ما به اساس این سند رهبری مردم اسماعیلی افغانستان هستیم و میباشیم که متاسفانه ایجاد تصویر از شروع یا آغاز که رهبری را بسیار تا امروز هم ادامه دارن که بالاخره به هر کدام خانواده شان القاب را یا تخلص را ارتباط میدن که او ربط میگیره برای مذهب و برای امام و برای طریقه ما. متاسفانه که این یک مشکل بسیار جدی و مشکل بسیار اساسی است که متاسفانه که مردم اسماعیلی افغانستان از اینا رنج میبره. یک دو، شما شاید باور نکنین سلطنت و عظمت و پادشاهی و شان و شاهنشاهی را که اینا در منطقه ما زندگی کردن شاید عبدالرحمن خان و زاهد شاه و داوود شاه هیچ کدام شاههای افغانستان او رقم سلطنت و شوکت و عظمت نداشتن. شما باور بکنین از بطن مردم ما بیش از صدها نفر گوشالبان، چوپان، مزدور، گوچران، بالاچران داشته متاسفانه. اینا میفهمین شما؟ من نمیفهمم شما چقدر اطلاعات دارین در این. اینا هم قوه مقننه بودن، هم قوه اجرایه بودن، هم سارانوال بودن. اگر یک جرمی در منطقه انجام میشد، اینا مراجع میکنن باید دکیان، اونم کیان باید فیصله بکنه، اونجا زندان وجود داشت، مردم مطابق فیصله از او دمو زندان زندانی میشد که در صورتی که ما رسما در هر مقطع زمانی یک حکومتی وجود داشته. بالاخره یک قانون جنبه عملی داشته بود. متاسفانه که این منطقه یک حکومت خودمختار و بتامونا مستقل بوده. این دو مورد. مورد سومش که خیانتی که در حق ما مردم صورت گرفته. هر جوان یا هر انسان بالغ و عاقل که فهم و دانش و بینشش از حد بالا میرفت که میخواست برای خود یاده حیثیت حقوق امتیاز بکنه به شکل ازش کار اینا برداشت نمیشد که ما صدها نفر میتونیم برای نمونه مثال نام ببریم که در شما برند سوشال میدیا مراجعه بکنین صدها نفری است که به شکل از کار به شکل غیر مستقیم از بین برده شده. این دو سه مورد که من میخوام اشاره بکنم این است که متاسفانه در طول تاریخ خصوصا در دهه 13 و بعد از 1357 ما به یک مشکل جدی سر خوردیم که مانع تعلیم و تربیه مردم ما قرار گرفتن. اینا چرا؟ یک اول خود مکتب نبود، اگه گیر مکتب هم بود و متاسفانه معلمایی که اساتیدی که ما مردم به حساب در مکتب تدریس میکرد از نظر کیفیتی آنچنان معلمایی نبود که حداقل افراد خوبی را به جامعه معرفی میکرد. متاسفانه گیریم که اگر مکتب میخوندی بعد از فراغت از صنف 12 ما جبرن باید به قطعات نظامی آقا باید جسم میشدیم، با سنگر میرفتیم با برادران ازاره تاجیک پرشانی ما جنگ میکردیم صرف بخاطر چی؟ بخاطر از یکی این آقا به قدرت بمانه. این مورد دیگه. مورد آخرش که میخوایم خدمت شما مطرح کنم این است که اینا همیشه سعی کردن که ما را از این جغرافیایی که انحصار شده است در یک محدوده‌ای که در اونجا هیچ گونه خدمات شهروندی نبوده ما محروم ماندیم و اونجا نگاه شدیم و اگر زمانی هم خواستیم که بریم در قدرت افغانستان داخل شویم ما نشده. مثلا ما نمونه های مثال داریم که در مقطع‌های مختلف زمانی یا به شکل انتخابی یا به شکل انتصابی از بین مردم ها مثلا رفتن در جرگاه ها مثلا در وسیلی جرگه یا پارلمان افغانستان رای افتادن. متاسفانه که اینا مانع شده که برمیگرده به مو پاسخ که قبلا شما پرسان کرده بودن خواستم یه اشاره بکنم. میایم سر در رابطه و سوال آخر تا میخوایم که تو صحبت بکنم چون ما و شما و هزارها در افغان برای فعلا در یک وضعیت آنقدر آنچنانی خوبی قرار نداریم. متاسفانه امروز کسایی که در افغانستان حکومت میکنن متاسفانه همیشه ما و شما را به شکلی از اشکال کوشش کردن که باید ما ظلم و استبداد تجربه بکنیم. متاسفانه و اگر در این مقطع اگر من پیشنهاد بکنم پیشنهاد هم فکر میکنم آنچنان معقول نباشه که ما مثلا از مسائل گرم مثلا مشوره بدیم یا مثلا مصلحت بکنیم به نفع ما و شما نیست. چیزی که به نفع ما و شما همی است نسل بیداری از آره چی در افغانستان، چی در کانادا، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در هر گوشه دنیا زندگی میکنن باید یک شبکه یا هماهنگی لازمه باید ما شما در بین خود داشته باشیم. اگر ارتباط محکم و مستقیم باید با جامعه که در افغانستان زندگی میکنن باید داشته باشیم. باید ما شما مستندسازی بکنیم. ما همین زمینه رو باید برای مردم هزاره در مناطق که مختلف افغانستان زندگی میکنن باید فراهم بکنیم که با تمام حوادثی که به ارتباط انتقال اجباری میشه یا پس دوباره فروختن جایداد میشه اینا همه باید سند سازی شود امرای شما شریک شود. ما هم به مسابقه مدافعین حقوق بشر مدافع فعال مدنی و اجتماعی باید را به نیادهای ملی و بین المللی حقوقی و بشری یا فعالین حقوق بشر باید شریک کنیم که حداقل اینا با ثبت تاریخ شاید در آینده چون یک عمل تکرار نشه. باوریم مردم. تشکر. امیدواریم که چنین شود. ممنون سپاسگزار شما جناب آقای جیا. آقای ناظم گرامی اگر هستین هنوز برای اتحاد و انسجام هزاره ها در کل در آینده بین تمام این طیف هایی که وجود داره از هر مذهبی که هستن به عنوان یک هزاره واحد اگر ما بخوایم
حساب بکنیم با این شای وجودی که وجود دارد و این منطقه جغرافیایی که وجود دارد، شما چه راه حل هایی به نظرتان میرسه که باید انجام بدن، چه در بخش مسئولین چه در بخش مردم؟ سلام مجدد خانم نوری، شما بهتر میدانین که حضوری از هزارها در بدنه دولت و قدرت افغانستان چی در 20 سال جمهوریت و چی قبل از آن. شما میبینین با آدرسی هزارهای افغانستان بیشتر تصمیم گیر جامعه هزارهای التشایی افغانستان بوده، خصوصا این رهبران سنتی و این پرچمداران مذهبی که در جامعه هزاره افغانستان وجود داشته. ما زمان میتونیم به یک اتفاق عملی به یک آدرس واحد دست پیدا بکنیم و از آن آدرس واحد در مسائل کل جامعه افغانستان هزارها حضوری پررنگ و معنادار خود را داشته باشه، و اینه که ما اولا دیگه رهبر پرستی را استاپ کنیم، چی این اتفاق و این عمل چی در جامعه هزاره اسماعیلی باشه، هزاره اهل سنت باشه و یا هزارهای التسنن و هزارهای التشیع. مسئله دیگه اینه که بارها آنچه که دقیقا و عملا در طول تاریخ هزاره ها را از هم دور کرده و باعث گسست و پراگندگی جامعه هزاره افغانستان شده برخوردهای مذهبیه. ما عملا باید این برخوردهای مذهبی و این شیوه های مذهبی را استاپ کنیم و عمل و شعار ما قومی باشه. اگر شعار ما قومی باشه، عمل کرد مذهبی باشه، اونگاه تکرار اون تاریخی نادرست و ناخوشایندی 20 سال جمهوریت و قبل از آن است. شما میدانین که ما خدمت شما عرض کردم مثلا حضور خانواده نادری در بدنه قدرت 20 سال جمهوریت افغانستان، مثلا شما میبینین که از یک خانواده 7 تا دیپلمات‌های ارشد مثلا در وزارت خارجه افغانستان حضور داره، در صورتی که شما حضور همه کادرهای سیاسی هزاره افغانستان شما در وزارت خارجه پرسجو بکنین بیشتر از 2 تا 3 تا سفیر نداشته، ولی یک خانواده اومده مثلا 7 تا دیپلمات در حد مثلا سفیر و اینا داشته. دلیلی که مثلا هزاره ها حضور رنگ نداشته و اتفاق معنادار نداشته و آدرسی واحد نداشته، آنچه که نظر به تجربه کمی که ما داریم، برخوردهای مذهبی بیشتر ما را از هم دور کرده. یا کی می دانست مثلا هزاره ها در صفات شمال، شما ما که از بغلان هستیم، امروز 80% نفوسی از هزاره 80% نفوسی از بغلان را هزارهای اهل سنت تشکیل میده، و وقتی که شما میرین با آدرس حزب جمعیت که در بغلان همیشه تصمیم گیری اول و آخر بوده و این هزارهای اهل سنت فقط آلای دست و تخته خیز برای حفظ اقتدار برادران تاجیک ما و حزب جمعیت بوده. دلیلش این بوده که رهبران سنتی ما در عمل دست خود را برای انسجام و اتفاق و برای دعوت و برای یکجا شدن هزارها کار نکرده و هزاره فقط هزاره شیعه شده و یا هزاره دایکندیوال بوده یا هزاره از سمنگان و دریسوف بوده و یا هزاره دایکندی بوده، و در 20 سال جمهوریت این کار عملا صورت گرفته. شما مثلا میبینید وقتی که در ولایت بغلانی که 80% نفوسش بیاد هزاره تشکیل بده و اونم هزاره التسنن باشه و بعد هزاره اسماعیلی باشه، ما در حد یک معاون والی اونجا نداشتیم، ما در حد مثلا رئیس خیلی بنیترد، ما مثلا در حد قماندان امنیت در حد ولسوالی ها نداشتیم، زیرا ما در مرکز حامی و لابیگر نداشتیم در حد ریاست جمهوری و کابینه وزارت. بنان ما از این مرزها اگر عبور کردیم، از این مسائل مذهبی، از این برخوردهای جریانی، از این برخوردهای حزبی و از این برخوردهای سلیقه‌ای منطقه‌ای و در حد ولسوالی و قریه، اونگاه ما میتونیم هزاره را یک هزاره واحد بسازیم، دیگه هزاره مسائل هزاره التشیع نباشد و هزاره همشمول باشد و هزاره دیگه رهبر پرستی را توقف بکنه و این رهبران سنتی دیگه جا نداشته باشه و نسل نخبه تحصیل کرده و مستعد و دانش دیده هزاره و دانش آموخته هزاره به وارد معاملات و بحث های سیاسی در مسائل کل افغانستان شب. ممنون. بسیار عالی، ممنون، سپاسگزار شما جناب آقای ناظم. جناب آقای بینای گرامی، به عنوان آخرین سوال یک سوال دارم در دو بخش، اگر بتانین توضیح بدین. ما در افغانستان مؤسسه ای به نام مؤسسه آقا خان داریم که بسیار هم نام کشیده و هیچ کس، هیچ افغانستانی منکر خدمات این مؤسسه شده نمیتونه، چون در چند دهه که گذشته صادقانه برای همه ملت افغانستان بدون در نظر داشته قومی، مذهبی و مرزهای دیگه کمک کرده. چقدر تونستن مؤسسه آقا خان در ارتقای مردم، مخصوصا خود اسماعیلی ها در خارج از کشور، کمک کرده باشن؟ یک مورد. و یک سوال دیگه ای که اکثر
بر مخاطبین برای ما نوشته کردن ای بوده که آیا خود آقا خان وجود سید خاندان سید کیان را میدانن؟ آیا به رسمیت میشناسن اونا را؟ اگر به رسمیت میشناسن خب چرا تا الان اقدامی نکردن که این خاندان از اون موقعیت سوء استفاده نکنن؟ این سوال دارای دو بخش هستم، امیدوارم که بتانین در این بپردازم. مهربانی میشنم. شما بخیر باشین. بسیار سوال خوب و که واقعیت امرمیه که باید دوستا جامعه افغانستان جامعه قدر ناشناس نیست، خدمات والا حضرت شهزاده آقا خان در سراسر دنیا کل بشریت لمس میکنن، استفاده میکنن، برم و برن افغانستان هم همچنین. شبکه جهانی والا حضرت شهزاده آقا خان در 30 کشور فعالیت های بنیادی فرهنگی اقتصادی دارن، بالاتر از 80,000 کارمند در این شبکه فعال هستن. 4.1 بیلیون دلار در سال اینا بودجه توسعه‌ای تخصیص میدن در سال و 925 میلیون دلار برای افغانستان اینا در عمرات بازسازی و انکشاف افغانستان اینا کمک کردن و بنیادی اکیدین محمد یک بیار که چون سوال خیلی چیز است. کشورهای جهان مانند تاجیکستان، کینیا، اوگاندا، ساحل حاج، پاکستان، افغانستان 10 میلیون نفر از خدمات برق استفاده میکنن و آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 1.3 میلیون نفر در سراسر جهان از خدمات بهداشتی و آب آشامیدنی بنیاد امامت استفاده میکنن و 8 میلیون نفر به امنیت غذایی در 9 کشور جهان امامت برشان خدمات ارائه میکنن و بیش از 200 مرکز بهداشتی درمانی کلینیک ها شفاخانه ها در سراسر جهان ایجاد کردن. مثلا در افغانستان FMIC در کابل یا شفاخانه فرانسه ها، همین رقم در بامیان شفاخانه نسای ولادی، همین رقم در بدخشان، در نقاط مختلف افغانستان مراکز تشخیص لابراتوار خون که بالاخره تشخیص میدن اینا راجع میشن در اسپیتال آخان در کراچی و بعد نتایجش برای مردم ارائه میکنن. خدمت شما ارائه خدمات بهداشتی بیش از 5 میلیون نفر در سراسر جهان، بیش از 200 مدرسه و دانشگاه در 9 کشور ایجاد کردن که مثلا فعلا طور مثال در افغانستان یک شاخه دانشگاه آسیای مرکزی است که مستقیم نا با دانشگاه افغانستان ارتباط دارن، دانشگاه آقاخان یونیورسیتی در پاکستان. این شبکه زنجیری است که در سراسر جهان بیش از 200 مدرسه و دانشگاه در 9 کشور اینا فعلا فعالیت دارن و بیش از 2 میلیون دانش آموز آموزش های سواد ابتدایی یا بی سوادی یا سواد آموزی در سراسر جهان. ارائه خدمات مالی بیش از 17 میلیون نفر در افریقا، آسیا، افغانستان. مثلا در افغانستان نمونه مثال چه بانک مایکرو فایننس یا بانک قرضهای کوچک افغان در افغانستان، همین رقم در افریقا است، در آسیا در کشورهای مختلف است و هویت جامعه مدنی از طریق 40,000 سازمان در 9 کشور، 40,000 سازمان بنیاد امامت آخان کمک همکاری میکنن، از طریق 40,000 سازمان اینا در 9 کشور فعالیت دارن. بالای 130 میلیون درخت در هر سال در تمام کشورها اینا نهالکاری میکنن. بله نهالکاری میکنن و پروژه های باغ و سرسبزی که 50 میلیون نفر از او مستفید میشن شامل کار است. مثلا در افغانستان باغ بابر 40 ستون، تیمورشاهی در ایراد، همین رقم در جای مختلف که فعلا مصروف فعالیت هستن، ماش میگیرن و نفقه روزگار خود پر میکنن. یعنی 50 میلیون نفر مثلا از این شامل کار است استفاده میکنن و خدمت شما جایزه آخان برای معماری 1 میلیون دلار آمریکایی در هر چند سال در نظر گرفته میشه. 1 میلیون دلار به خاطر جایزه معماری آخان در هر چند سال هر پروگرام داده میشه. دیگه این دوره همونطور خلاصه شی بود. مثلا خالص در افغانستان بگیم، دو نیاد در افغانستان فعالیت میکنن. یکی نیاد امامت است که مربوط به تمام بشریت است، او شبکه اکیدین است که زیر مجموعه از او اقتصاد است، زیر مجموعه از او خدمات تعلیمی، تحصیلی، خدمات صحی، خدمات اقتصادی و خدمات مختلف است. یک بخش دیگه ایش که مخصوص اسماعیلان است که عبارت از کانسول ها است، مثلا شوراهای بین‌المللی دارن، شوراهای ملی دارن، شوراهای محلی دارن که اونا مخصوص اسماعیلان. زیر مجموعه از شورا نیادهای زیر مجموعه از اونا در قسمت طریقه و تعلیمات مذهبی، بخش عبوری مذهبی فعالیت میکنن، امرخم بخش عبوری ایژوکیشن و تعلیم و تربیت فعالیت میکنن، بخش
صحت و سلامت و بخش ورزش و مختلف کمیته ها بورد ها زیر مجموعه از این یاد هستند و خدمات آهان در افغانستان خیلی بیشتر عرض کردم که در چهار کتگوری که عبارت از اقتصادی، فرهنگی و صحی تعلیمی. مثلا در قسمت صحی بهترین شفاخانه ها را مثلا در افغانستان در سراسر جهان بخصوص در افغانستان ما داریم. در بخش تحصیلی بهترین دانشگاه را مثلا در فعلا در آسیای میانه برای جامعه بشریت ایجاد کرده، برای افغان ها ایجاد کرده. امیرخان در پاکستان و کشورهای دیگر. امیرخان در بخش اقتصادی شبکه روشن، هتل زنجیره‌ای سیرینا، بانک‌های مایکرو فایننس زنجیره‌ای، بانک‌های قرضای کوچک که به میلیون‌ها انسان شامل وظیفه هستن، از اینا سود می‌برن، منفعت به دست میارن. بخش دوم سوال هم بپردازیم. خدمات آقاخان در این زمینه را شنیدیم. من فکر می‌کنم یک مجموعه بسیار عالی و بی‌نظیر را تانستن هم دل را بدن، یک مدل عملی و هم در افغانستان. و ممنون و سپاسگزارشان هستیم و امیدواریم که روز در روز درخشنده‌تر پیش برن. اما بخش دوم سوال ما هم مربوط به بخش مذهبی هستن و بخش مافیای قدرت خاندان آقای نادری. آقا خان با این نفوذی که دارن، با این همه پیرویی که در سر تا سر دنیا دارن، آیا هیچ اقدام عملی، آیا شکایت برشان شده، درد شده؟ اگر می دانن چرا اقدام عملی در این صورت انجام نگرفته، یا اگر شده شما وضاحت بدین برای مخاطبین و ما که ما هم در جریان قرار بگیریم. اول که ما یک پیام مخصوص هزارها دارم، مردم هزاره، جامعه اسماعیلی هزاره، لطفاً دنبال سعید و خویه و بشو محمد و محمود نباشین. پول خدا برای تعلیم و تحصیل اولاد خود مصرف بکنین. این نظرات، این واجبات، این جایی را نمیگیره. یا کلش خرافات است که ولد تو را در بیش مبره، تو را در زاخ مبره، یا کلش گفت مفت است. یک دکانداری به تمام معنا است که در طول چند دهه است که اصلا اینمی از نام اسلام استفاده کردن، بعد از نام مذهب استفاده کردن. اینمی سیدا در کل اینمی سیدی که چند وقت پیش هزارها را توهین کردن، شما قبول بکنید که اینمی سید از دسترخوان این مردم از طول تاریخ اینا زندگی خود پیش بردن. آقای منصور نادری در طول تاریخ از پول کیسه مردم خرابات کردن، از بودجه مردم خرابات کردن. اگر قصر ساختن، اگر بهشون به خود مرغ جنگی جور کردن، کاو جنگی جور کردن، عقاب جور کردن، ده خود سگ جنگی جور کردن، ده خود اسب دوانی جور کردن، شما قبول بکنید که از پول بودجه مردم بوده. همین جامعه هزاره در کل جامعه اسماعیل تا چند دهه اینا مال واجبات نظرات خود به اساس عقاید و بارهایی که در جامعه اسماعیل است، حق امام است. امام او پول به اینی آدرسایی که من خیلی پیشتر اشاره کردم که در سراسر دنیا است مصرف میکنن، این آدم به جای شخصی خود مصرف میکردن و توسط همین پول شخصیتایی که روشن فکر و قلم به دست و آگاه و به آگاهی میرسن اونا را نابود میکردن. توسط همین پول عمل بالفعل بین مردم به اتفاقی انداخته. توسط همین پول عمل یک تعداد مزدور نوکر دارن که برش ماش میده، اونا نویسنده است، باشون فلان است، بسمدان است، سخنگوی است. شما قبول بکنید که توسط همین پول مردم عمل استفاده کرده هستن. توسط این پول نظرات و واجبات و خیرات و مسائل مختلف. بنان ما پیام از میگه که این پول برای اولاد خودتون مصرف بکنین، این پول به این چونه نیادا بدین و تا اینکه ما شما به یک امر رسالت انسانی خود قبال وجدان خود ادا کرده باشیم. آمدیم سر ازی که همه رقم که دوستا هست کرد، آقای منصور نادری یک آدم بغاوتگر است. مثلا در طول چند دهه اصلا رسمیاتی از طرف نیادای امامت خودش نداشته. پدرایش مثلا یک وظیفه داشته که مدت یک سال، دو سال، سه سال بوده. نیادای امامت والا حضرت آخان در امور جماعت اسماعیلی سه سال در سه سال تعیین بست میشن. بعد از سه سال اینا دیگه اختیار ندارن. اگر وزیر بوده، اگر رئیس بوده، اگر مامور بوده، هر کسی بوده، بعد از صلاحیت بست، بعد از انجام وظیفه یک آدم عادی است دیگه. ولی مثال دارم ما ببخشید که دور نریم، شبکه انکشافی آقاخان شبیه یک نظام، یک دولت است. فرض یک دولت، رئیس جمهور، وزیر، تشکیلاتش وقتی که یک نظام خلاص میشه، یک نظام دیگه میاد دیگه، او خلاص دیگه، او خود یک آدم عادی میشه. و او دیگه همین رقم نیادای بنیاد امامت آقاخان در افغانستان فعلا اینا جدید است. تشکیلات ساختارش بعد از 2001 آمدن رسما کنسولگریایشان، شوراهای ملی، محلی، بین ملیشان ایجاد شدن و کسایی که در گذشته کار کرده بودن اونا را تا گفتن که تشکر شما، تقدیرم کردم و دیگه شما دیگه مزایمت در سیستم بنیاد آخان نکنین، چون یک سیستم بسیار جوانی است، یک سیستم بسیار بلشیده است که در تمام دنیا را پذیرفتن و بنان اینا هر بار مداخله کردن. در دنیم چند وقت پیش رسما فرمان ولازد آخان به تمام اسماعیلان در سراسر جهان قرائت شد که هر کسی اگر دیگه از دستور قانون و اساس و پالیسی اسماعیلان میگذره،
یعنی پا میگذاره، مخالفت میکنه، در مغایرت باشن قرار میگیره، رسما مجازات انضباطی میشه. یعنی مجازات انضباطی در بعدیا از صلاح امام است که اونا چی اقدام میکنن. آقای منصور نادری هیچ اسنادی، هیچ مدرکی از رهبری اسماعیلان، از نمایندگی اسماعیل و هیچ قدسیتی به نام اولاد پیغمبر و به نام اولاد علی و پدرش سید نادر است، سید نادر کیانی است. او نامش اضافه کرده سید نادر کیانی الحسینی. او خود در امام بسته کرده در امام حسین یک دکانداری است، یک قدسیت داده. خود آقای منصور نامش است سید منصور نادری و ای اضافه کرده خان آقا. یعنی به این معنی که آخان به حساب برعکس خان آقا جور کرده که گویا ما نسبت داریم. دخترش خیلی پیشتر عرض کردم که فرخنده نامش است، یک نام تقلبی رو خود اضافه کرده، فرخنده زهرا نادری. و اینا کلشان یک گیم است، یک سیاست است. جامعه قوم جماعت اسماعیلی، هزارا اسماعیلی در کل هزارا بیدار شین، قبول بکنید که در طول تاریخ در چندین دهه مورد استفاده قرار گرفتین. اینا در جرایم حقوق بشری نقش دارن، دست دارن. اینا مثلا اگر بگیم که در نسل کشی اینا دست دارن، همین نسل کشی یک بخش همیه که از آگاهی مردم، از آگاهی، از دانش، از تحصیل دور ماندی، یعنی مردم کور ماندن. اینا شامل افراد نقض حقوق بشر هستن و اینا به مرور زمان در دنیای امروز، در شرایط امروز اینا به دادگاه سپرده میشه. اینا بالاخره پاسخگو است، اینا بالاخره جوابگو است در جنایات و اعمال را که در طول تاریخ انجام دادن. دیگه اینا اعتبار قطعا ندارن. ممنون شما، ممنون از حوصله مندی شما دوستان عزیز، از اینکه یک بار دیگه سپاسگزاری میکنیم از شما جناب آقای جویای عزیز، جناب آقای ناظم و جناب آقای بینای گرامی که در برنامه حضور داشتین، و سپاسگزاری میکنیم از تمامی بینندگان و مخاطبین عزیز که تا ایدم با برنامه هزار ورد با ما بودین. بحثای بسیار خوبی بود، انشالله در برنامه های آتی هم در خدمت شما دوستان خواد بودیم، این موضوعات را بیشتر میشکافیم و بیشتر در خدمت شما خواد بودیم. سلامت و بخیر باشین، از حضور شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. بدرود.